توی این بخش میخواییم در مورد یکی از جنجالی ترین خواننده های چند سال اخیر صحبت کنیم. امیرحسین مقصودلو 30 شهریور 66 تو محله مجیدیه تهران توی خانواده 5 نفره با اصالتی آذری به دنیا اومد. مدتی به خاطر شغل پدرش رشت زندگی کردن. اون به علت وضعیت مالی خانوادهش از نوجوانی کار کرده و 2 خواهر بزرگتر از خودش داره. مدتی توی کارگاه نجاری و مدتی هم توی یه سوپرمارکت شاگرد بوده. تحصیلاتش هم دیپلم ریاضیه. به گفته خودش رفیق باز، لجباز، یه دنده مهربون، احساساتی، بددهن، غیرتی و تو مسائل مالی بیخیاله. قدش 175 سانتی‌متر و وزنش 75 کیلوگرمه. اون گفته مادرم عاشق خوانندگی بود و مدام تو خونه آواز میخوند. خواهرم هم همینطور. پدرم هم عاشق فوتبال بود. به همین خاطر من به خوانندگی و هم به فوتبال علاقه شدیدی دارم. میگه عاشق لواشک اما از شیرینی خامه‌ای به خاطر اینکه دلو میزنه بدش میاد. برای تماشای ادامه این ویدیو و ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید. اما شیرینی دامارکی میخوره و عاشق آب میوه طبیعیه. تتلو موسیقی رو با سبک رپ آغاز کرد. اون اولا با حسین توهی گروه TNT رو تشکیل دادن و بعد از چند تا کار مشترک از هم جدا شدن و به صورت مستقل فعالیت کردن. اولین آلبوم رسمیش به نام زیر همکف رو بدون اخذ مجوز منتشر کرد و بعد از اون آلبوم تا حالا 10 آلبوم دیگه داشته. اون از چهره‌های خبرساز و پرطرفدار شبکه‌های اجتماعی پربازدید تو ایران بوده. در کنار فعالیت هنری، رفتارها و گرایش‌های سیاسیش تو دوره‌های مختلف باعث مجادلات فراوانی شده. تو سال 93 تتلو ترانه منم یکی از اون 11 تام رو تو حمایت از تیم ملی فوتبال ایران تو جام جهانی فوتبال 2014 برزیل خوند. این آهنگ تم غمگین داره و تو آهنگ و نماهنگ تولید شدهش از زمین خاکی، بدبختی و توپ پلاستیکی یاد میشه. از مهر 93 تصمیم گرفت با تمرینات فشرده وارد فوتبال و تیم پرسپولیس بشه و جای علی کریمی رو توی تیم بگیره. در اولین جلسه تمرینی این باشگاه توسط سرپرست تیم اخراج شد. اون سپس تمرینات جدی زیر نظر وحید شمسایی برای حضور در فوتسال رو گذروند، اما مصدومیت مانع از حضور حرفه‌ایش توی این مسیر شد. توی سال 1394 حین مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 ترانه‌ای با موضوع انرژی هسته‌ای از تتلو منتشر شد. تو ویدئوی این ترانه تتلو بر عرشه یک ناو نظامی ایرانی متن خلیج مسلح فارس حق مسلم ماست رو خوند. این ترانه که با کمک نیروهای مسلح ایران ساخته شده به عنوان پیام ارتش ایران به توافق هسته‌ای قلمداد شد. این ترانه در زمان انتشارش رتبه اول جستجوی گوگل تو ایران رو به خودش اختصاص داد و در رسانه‌های داخل و خارج از کشور بازتاب پیدا کرد. اون 15 مهر 94 تو موزه صلح تهران حضور پیدا کرد و از سمت مجروحان و جانبازان شیمیایی و قطع نخاعی ایران برای ساخت کلیپ شهدا تجلیل شد و به عنوان سفیر صلح این موزه معرفی شد. تتلو تو انتخابات سال 96 اول از محمد باقر قالیباف و بعد از انصراف اون به نفع ابراهیم رئیسی تو 25 اردیبهشت 96 از رئیسی حمایت کرد. در سال 97 بعد از ناتوانی در کسب مجوز برای فعالیت قانونی تو کشورش به ترکیه رفت و اونجا به فعالیت هنریش ادامه داد. تتلو یه گیاهخوار و همیشه هم دیگران رو به گیاهخواری و عدم آزاررسانی به حیوانات و کشتن اونها دعوت کرده و به همین دلیل اسم خودش رو پسر طبیعت گذاشته. تو قسمت‌های بعدی این ویدیو به زندگی حرفه‌ای، موزیک و ترانه‌ها، خواننده‌هایی که تتلو باشون کار کرده، رکوردهای عجیب و غریبش و فعالیتش پس از خروج از ایران صحبت می‌کنیم.